من در جنوب شهر بزرگ شدم. مادرم سیاه پوست و پدرم سفید پوست بود. بیشتر دوران کودکیم با مادرم گذشت. توی محله هایی که تقریبا همه ساکنین اون سیاه پوست بودن زندگی می کردیم و مدرسه سیاه پوست ها می رفتم. آمریکایی‌های آفریقایی تبار در نظام اجتماعی حاضر تحت ظلم هستند. نظمی که از ابتدا برای رفاه و سعادت اونها تحریزی نشده. چطور مسئله تعصب و بی‌عدالتی نژادی رو حل خواهیم کرد؟ چطور میتونیم نظمی ایجاد کنیم که امکان رفاه مادی و معنوی رو برای همه مردم فراهم کنه؟ تو منطقه ما مردم طبقات بالاتر یا کاست ها که تو ادارات دولتی، مدارس و مکانهای عمومی کار میکنن همیشه تو مقام قدرت و مرجعیت قرار دارن. به همین دلیل ثروتمندا ثروتمندتر میشن و فقرا فقیر و فقیرتر. اختلاف طبقاتی بین کاستا کی تموم میشه؟ خانواده من از اون خانواده های سنتی شیلی هستن. دین و فعالیت های جامعه همیشه تو زندگیمون حضور پررنگی داشته. فکر می کردم امکان زیر سوال بردن سنت هایی که فقط اونا رو تکرار می کردیم وجود نداره. من واقعا مشتاق بودم که کسی پیدا بشه و به هم بگه اشکالی نداره که افکار متفاوتی داشته باشی و جهان رو به شکل دیگه ای درک کنی. وقتی به کودکی یا نوجوانی فکر میکنم اجتماع خشونتباری تو ذهنم میاد. اجتماعی که چند پاره بود و این چند پارگی به صورت یک جنگ نمایان شد. افرادی که میشناختید کشته میشدن. وقتی جنگ همه جا هست خیلی سخت میشه بینشی نسبت به زندگی داشت که ورای اتفاقات دور و برتون باشه. اما من شروع کردم به سوال پرسیدن در مورد نحوه زندگی تو کشورمون. چرا اجتماع ما در حال جنگه؟ ما که خیلی متفاوت از همدیگه به نظر نمی رسیم. آیا واقعا تا این اندازه با هم تفاوت داریم؟ اجتماعی که من در اون به دنیا اومدم و بزرگ شدم سنت‌های زیبای خودش رو داره. و من این سنت‌ها رو خیلی دوست دارم. با این حال هنوز نسبت به دخترها نگرشی وجود داره. که اونا رو در مقامی پایین تر از پسرها قرار میده. و این نگرش مانعی برای تحصیل و پرورش کامل توانمندی های دخترها ایجاد میکنه. تعلیم آلشلره، رواجلنشلره چون توسخ بلوب قولده. ما چرا به دخترها فرصت های برابر با پسرها نمیدیم؟ مگر نه اینکه زنها رو هم خدا آفریده؟ قزلر هم خدا تماندن یرتلگن ایمسمه؟ وقتی پدر و مادرم از هم جدا شدن من 8 یا 9 ساله بودم. تو اون سن و سال نمیشه پیامدهای بلند مدت این مسئله رو درک کرد. در حقیقت پیوندی که سرچشمه زندگی بوده میشکنه. واقعا با خودم فکر میکنم چطور اون احساسات ترس، خشم، پشیمونی و درموندگی جای خودشونو به شادی، امید و توانایی ایجاد دوباره وحدت،
تو خانواده میدن. سردرگم بودم، هدفی نداشتم، انسانی بودم بدون هیچ هدف و امیدی، یه شخص بی‌هویت. یکی از سخت‌ترین کارا برای انسان اینه که کشورشو ترک کنه، خونه و خانواده‌شو ترک کنه. من به دلایل متعدد مادی و معنوی تصمیم به ترک عراق گرفتم. اکثرا درگیر مجادله می شدیم تا ثابت کنیم که نظر من بهتر از نظر توه، دین من بهتر از دین توه، نژاد من برتر از نژاد توه. آیا انسان برای این خلق شده که روحش رو پرورش بده یا مایه تخریب باشه و درگیری های ایجاد کنه که هیچ راه حل و هدف مشترکی ندارن؟ به لطف دخترامون اغلب این ساعت صبح بیداریم. دخترها در اتاقمون رو میزنن و میخوان بیان تو. پس چاره ای جز بلند شدن نیست. میشه نور رو دید که خبر از طلوع روز جدیدی میده. من در خانواده بسیار مذهبی و با این تصور بزرگ شدم که دین ما تنها دین برحق بود. اما وقتی بزرگتر شدم برام دغدغه شد که آیا خدا سایر ادیان را قبول نداره؟ آیا مثلا اگر کسانی در نقطه دیگه از جهان به دنیا اومده باشن و خودشون رو پیرو دین دیگه بدونن مورد سرزنش قرار میگیرن؟ نمیتونستم قبول کنم که خدا اینطوری باشه. برای وجود دینهای مختلف حتما توضیحی وجود داشت. ما به عنوان پزشک از روش بالینی استفاده می کنیم تا مشکل بیمار رو به دقت شناسایی و درمانی مخصوص برای اون بیماری تجویز کنیم. حضرت بهاءالله خدا رو به پزشکی الهی تشبیه می کنند که رگ جهان رو در دست داره. خداوند در هر دوره و عصری این پیامبران الهی رو برای ما فرستاده که هر کدوم با ظهورشون می تونن مشکلات اون عصر رو حل کنن. عاشق اینم که صبح زود بیام اینجا. اینجا زیبا و مملو از آرامشه. اینجا آرامگاه حضرت باب هست که 200 سال پیش متولد شدن. حالا این مکان سرشار از شادی و نوره، اما زمانی که ایشون چشم به جهان گشودن، جهان برای بسیاری از مردم حقیقتاً مملو از تاریکی ظلم و ستم بود. شیراز، ایران. هوش و استعداد حضرت باب در کودکی فوق‌العاده است. معلمشان که از استعداد حضرت باب حیرت زده است، ایشان را به خانه می فرستد و می گوید چیزی برای یاد دادن به این شاگرد ندارد. در حالی که بقیه کودکان مشغول بازی هستند، حضرت باب ترجیح می دهند اوقات خود را در تنهایی و به دعا بگذرانند. ایشان در جوانی به تجارت مشغول می شوند. درستکاری، ملایمت و عدالت طلبی ایشان مورد تحسین همگان است. زندگی مردم ایران با حضور حضرت باب به زودی دچار تحول خواهد شد. در اواسط قرن 19 در سراسر دنیا موجی از انتظار وجود داشت برای ظهور موعود. در ایران مرد جوانی به نام ملا حسین نه تنها در این انتظار به سر می برد، بلکه اعتقاد راسخ داشت که موعودی که به دنبالش می گشت در جهان حضور داره. ملا حسین رسالت خودش رو جستجو و پیدا کردن این موعود قرار داده بود. یک عصر بهاری در سال 1844، ملا حسین یک طلبه و دانشجوی جوان در جستجوی موعود است.
پس از هفته ها عبادت و روزه، ملا حسین احساس می کند نیروی چون مغناطیس او را به سوی شیراز می کشاند. شهری که عطر خوش گلهای سرخ آن و نغمه زیبای بلبلهایش پرآوازه است. غروب هنگامی که ملا حسین خسته به دروازه شهر می رسد، مردی با چهره نورانی به او نزدیک می شود و همچون یک دوست قدیمی به او خوش آمد می گوید. ملا حسین که تحت تأثیر خوش آمدگویی مرد قرار گرفته است، دعوت وی را می پذیرد و به سمت خانه آن غریبه روان می شود. در آن شب تاریخی گفتگوی صورت می گیرد که زندگی ملا حسین و مسیر کل تاریخ بشر را تغییر می دهد. این گفتگو تا نخستین ساعات بامداد ادامه پیدا می کند. ملا حسین با شگفتی در می یابد که هر پاسخی که به پرسش‌هایش دریافت می کند بی تردید تأییدی است بر ادعای میزبانش. اینکه حضرت باب همان موعودی است که همگان در انتظارش هستند. در حالی که دنیا در خواب غفلت است، روز موعود الهی سپیده زده است. این برام خیلی جالبه که بلا فاصله بعد از اینکه حضرت باب مقام خودشون رو در شیراز آشکار میکنن، اون طرف دنیا ساموئل مورس اولین تلگراف رو از واشنگتن به بالتیمور میفرسته. ماه می 1844، برای نخستین بار در تاریخ بشر یک پیام به صورت زنده و آنی از شهری به شهر دیگر فرستاده میشود. این پیام چه بود؟ خدا چه کرده است؟ به نوعی میشه گفت همزمان دو وسیله ارتباطی به بشر داده شد. اعلان رسالت حضرت باب راه رو برای وحدت معنوی بشر هموار میکنه. اما پیشرفت در ارتباطات مخابراتی از همون اولین تلگراف باعث توسعه بی سابقه علم و تکنولوژی شده. توسعه‌ای که نوع بشر رو متحد کرده. اولین بار که در مورد آموزه‌های آیین بهائی شنیدم اینجا توی وین بود. اوائل علاقه من نبودم. با شک و تردید به این موضوع نگاه می‌کردم. باور نمی‌کردم چنین چیزی امکان پذیر باشه. غیر ممکن بود که دین جدیدی وجود داشته باشه. تصمیم گرفتم خودم تحقیق کنم و دنبال روی حرف دیگران نباشم، بلکه به ندای قلبم گوش بدم. هر قدمی که برمی‌داشتم با ترس همراه بود. از خودم می‌پرسیدم یعنی میشه اینقدر خوش شانس باشیم؟ یعنی من اونقدر خوش شانسم که خدا ما و بشریت رو فراموش نکرده و پیامبر جدیدی برامون فرستاده، اون هم توی زمان زندگی من؟ در طی روزها و هفته‌های بعد از اعلان رسالت حضرت باب به ملا حسین، چند نفر دیگه به طور مستقل موفق به شناسایی حضرت باب شدن. حضرت باب اونها رو به بخش‌های مختلف کشور فرستادن تا پیام ایشون رو به گوش دیگران برسونن. هزاران نفر اقبال کردند، اما این باعث نگرانی مقامات شد. برخی از این مقامات و مراجع حقانیت آموزه‌های حضرت باب رو انکار کردند، اما بعضی از اونها هم به شدت جلب این آموزه‌ها شدند. داستانی رو که در مورد زندگی جناب وحید خوندیم یادتونه؟ وقتی شاه در مورد جنبش بابی شنید و متوجه شد که فردی در شهر شیراز مشغول تبلیغ مردمه، تصمیم گرفت جناب وحید رو به شیراز بفرسته. جناب وحید یکی از علمای مشهور و از باسوادترین افراد در فقه و علوم در اون زمان در ایران بود و همینطور فردی شریف و مورد اعتماد و احترام شاه و جامعه ایران. وحید دانشمند فاضل و عالی رتبه که از طرف شاه مأمور شده بود تا در مورد ادعای حضرت باب تحقیق کند، خود را در مقابل دانایی و معرفت ایشان کاملا ناتوان می‌بیند. وحید پس از سومین گفتگو با حضرت باب تصمیم می‌گیرد که به مقام دنیوی خود پشت کرده و تمام زندگی خود را وقف خدمت به حضرت باب نماید. وحید و هزاران نفر دیگر با قبول حقانیت حضرت باب
و عشق و تعهد خالصانه به ایشان در راه آیینی که به آن ایمان آوردند جان خود را فدا می کنند. در زمان حضرت باب، علمای دینی سعی در تسلط بر مردم از طریق سنت ها و تعصباتی داشتند که مردم نسل اندر نسل تکرار می کردن بدون اینکه دلیلش رو بدونن. همه چیز در حال تکامل و این تکامل در مورد دین هم صادقه. شناخت مظاهر ظهور الهی جدید روح انسان رو آزاد و ما رو به خالق نزدیکتر می کنه. وقتی با زندگی حضرت باب آشنا شدم، درباره زندگی طاهره هم شنیدم و عمیقاً من را تحت تأثیر قرار داد. طاهره زمانی که دخترها سواد خوندن و نوشتن نداشتن، زنی تحصیل کرده بود. اون اولین زنی بود که آموزه های حضرت باب رو پذیرفت. طاهره متوجه شده بود که آموزه های حضرت باب با دوران قبل تفاوت دارند و آغازگر عصر جدیدی هستند. به همین دلیل روزی در میان جمعی از مردان بدون نقاب و روبنده ظاهر شد. این عمل برای مردان حاضر در جمع بسیار غیر منتظره و تکان دهنده بود. اما طاهره با کارش نشون داد که زمان اون فرا رسیده که تعصبات و خرافات قبل رو کنار بگذاریم و دوره جدیدی را آغاز کنیم. حضرت باب نیز دوامچیل. هزاران نفر از پیروان حضرت باب دستگیر و کشته شدند. خبسگال نب قتلی تلگان. طاهره هم دستگیر شد و به طرز فجیعی به قتل رسید. وحشیلر جه قتلی تلگان. اینطور نقل میشه که طاهره قبل از اجرای حکم گفته: شما هر وقت اراده کنید می توانید من را به قتل برسانید، ولی بدانید که هرگز نمی توانید از آزادی زنان جلوگیری کنید. محبوبیت حضرت باب به حدی رسید که مقامات و مراجع در نهایت متوجه شدند برای جلوگیری از انتشار آیین بابی راهی جز کشتن حضرت باب ندارند. در نتیجه در سال 1850 فرمان تیرباران ایشون صادر شد. وقتی حضرت باب جمعیت حاضر رو در میدان سربازخانه تبریز مورد خطاب قرار میدن و با سربازانی صحبت میکنن که ماموریت هولناک کشتن پیامبر الهی را به عهده دارن، به نظرم خیلی غم انگیزه، چرا که حضرت باب همراه با انیس این پیرو جوان خود ایستادن، انیسی که میخواد تمام وجودش رو در راه محبوب فدا کنه. حضرت باب انیس رو به عنوان سرمشقی برای جمعیت حاضر معرفی میکنن. ای مردم گمراه، اگر به عرفان من نائل می شدید، هر آینه به این جوان که مقامش اعظم و اجل از اکثر شماست تأثیر می جستید. بلی روزی خواهد رسید که به حقیقت ظهور من پی خواهید برد، لکن در آن هنگام دیگر من در میان شما نخواهم بود.
به نظرم یکی از چیزهایی که در رابطه با شهادت حضرت باب آدم رو مجذوب میکنه مفهوم ایثار و فداکاریه. تنها انگیزه حضرت باب رسوندن پیام خدا به بشریت بود. این گیاه اول یه بذر کوچیک بوده، بعد بذر جوونه زده تا گیاه جدیدی از زمین بیرون بیاد. اگه حضرت باب هم مثل این بذر خودشونو فدا نکرده بودن، ما حضرت بهاءالله رو نمیشناختیم. باب یعنی دروازه. حضرت باب اومدن تا مسیر رو برای یه ظهور جدیدی آماده کنن که هدفش استقرار یه تمدن جدیده. مقامات گمان می‌کردند که شعله امر حضرت باب رو خاموش کردند، اما با تیرباران ایشون در حقیقت نیروی جدیدی در جهان جریان یافت. حضرت باب با قاطعیت جدایی از دوران قبر رو اعلام کردند و زمینه رو برای ظهور من یظهره الله یعنی حضرت بهاءالله فراهم ساختند. بغداد، آوریل 1863. حضرت بهاءالله از حامیان برجسته حضرت باب و از معدود بازماندگان قتل عام بابیان در سالهای قبل به همراهان خود اعلان می کنند که ایشان همان مربی الهی هستند که حضرت باب به ظهورشان وعده دادند. در 3 دهه بعد وحی الهی بی وقفه از قلم حضرت بهاءالله جاری می شود و مردمانی از هر پیشینه را الهام می بخشد تا متعالی ترین خصوصیات خود را کشف کرده و الگوی جدید از زندگی ایجاد کنند. حضرت بهاءالله به دلیل آموزه‌هایی که برای بشریت آوردند، حبس، شکنجه و تبعید می‌شوند. اما شعله‌ای که توسط حضرت باب افروخته شده، بار دیگر توسط حضرت بهاءالله قدرت گرفته و زبانه می‌کشد و دیگر نمی‌توان آن را خاموش کرد. حضرت بهاءالله نوع بشر را این گونه هدایت می‌فرمایند: ای احزاب مختلفه، به اتحاد توجه نمایید و به نور اتفاق منور گردید. نکته منحصر به فردی که این عصر رو از سایر اثار دینی تو تاریخ متمایز میکنه، ظهور دو پیامبر الهی به فاصله خیلی کمی از همدیگه است. هدف حضرت باب به نوعی کمک به آماده سازی نوع بشر برای شکوه و جلال و نورانیت ظهور حضرت بهاءالله بود. تو جامعه ما تعصبات طبقاتی مختلفی وجود داره، اما بعد از آشنایی با آموزه های حضرت بهاءالله شروع به تغییر نحوه تفکرمون کردیم. مردم ما رو مسخره میکردن و میگفتن اینا با افراد نجس از پایین ترین طبقات رفت و آمد دارن و خونه اونا غذا میخورن، یا فلانی شب خونه یه آهنگر خوابید. خیلی از مردم غیبت میکردن و تهمت های مختلفی میزدن. لال سن لگاؤن سن دیرے انہیں
ما تحقیر اجتماعی رو تجربه کردیم، اما معتقد بودیم که اگه این تحقیرها رو تحمل نکنیم پیشرفت نخواهیم کرد. خانواده من با حضرت باب نسبت دارند. دایی حضرت باب جد بزرگ من هستند. اما میلیون ها نفر در جهان با حضرت باب پیوندی معنوی دارند. در حقیقت همه نوع بشر با حضرت باب و حضرت بهاءالله پیوندی معنوی دارند. ظهور اونها برای این بود که انسان ها مثل یک خانواده دور هم جمع بشن. مشکلاتی که بشر به صورت جمعی با اونا مواجه هست مثل یک بیماریه و ظهور حضرت بهاءالله مثل یک درمان حیات بخشه و ما باید با پذیرش مسئولیت بر اساس این آموزه ها اقدام کنیم. درخت پرثمر درختیه که برای استفاده بقیه میوه بده. یکی از علائم بلوغ خدمت به دیگرانه. به همین صورت بشریت هم رشد کرده و حالا به دوران بلوغ خودش رسیده. در اون زمین است که ما هم تلاش میکنیم تا بتونیم به نوع انسان خدمت کنیم. این گروهی که با اونا کار میکنم در حال یادگیری هستن که چطور دانش موجود در زمینه تولید غذا رو توسعه بدن تا جامعهمون بتونه از اون دانش بهره ببره. به مراسم افتتاحیه مرکز کشاورزی محلی نگونگو خوش آمدید. این مرکز در دهه گذشته در حال یادگیری بوده که چگونه برنامه‌های آموزشی محلی رو ارائه بده. کشاورزها بذرهای محلیشون رو اهدا می‌کنن و ما اونا رو اینجا می‌کاریم و با کمک جامعه محلی تحقیق میکنیم تا بیش از حد به بذرهای وارداتی وابسته نباشیم. افرادی که اینجا میبینین ترویجگران کشاورزی هستند. ما به پیوند تئوری و عمل باور داریم. این همون روز خداونده که قبلا در موردش میخوندم. این تحول نیاز به تلاش همه ما، همین انسان‌های معمولی داره. خداوند به ما این موهبت رو داده که جهان رو به اون بهشتی که همگی آرزوش رو داشتیم تبدیل کنیم. برای مدت زیادی میترسیدیم اینجا بیاییم چون همسایه ها رو نمیشناختیم و کسی در فعالیت ها شرکت نمی کرد. وقتی تونستیم چند تا جوون پیدا کنیم و اونا فعالیت‌های اساسی خودشون رو شروع کردن، اطرافیانشون هم شروع کردن به مشارکت و اجازه دادن که غریبه‌ها وارد محله‌شون بشن. به تدریج احساس امنیت کردیم و متوجه شدیم که به راحتی میشه با هر کدوم از همسایه‌ها در این محله ارتباط برقرار کرد. 5 سال پیش وضعیت اینطور نبود. الان خود همسایه ها برای خدمت داوطلب میشن، بچه هاشون رو به فعالیت ها میارن و دغدغه همه بچه های جامعه رو دارن، نه فقط بچه خودشون رو. انجام این فعالیت ها در جامعه فوق‌العاده است، چون میبینید که بچه ها چطور در حال تغییر هستن. وقتی بچه ها تغییر کنن، این تحول تمام محله رو در بر میگیره.
و این همون چیزیه که ما میخوایم، درسته؟ اینکه پیام حضرت بهاءالله درباره وحدت و تحول فردی و معنوی رو با تمام جهان سهیم بشیم و خدمت رو توی زندگیمون بگنجونیم. فکر نمی کنم بتونم زندگیم رو بدون خدمت تصور کنم. به نظرم چیزی کم خواهد داشت. از زمان افتتاح مشروق الاذکار بهائی مردم استقبال بی‌نظیری از اون کردند. فرصت‌ها برای آشنا کردن افراد با تعالیم حضرت بهاءالله نامحدوده. فارغ از تلاش ما برای رسوندن پیام حضرت بهاءالله به مردم محلی، تأثیر حضرت بهاءالله بر جان و روح هر فردی در سانتیاگو چیزیه که نمیشه مانعش شد. در آثار حضرت بهاءالله و حضرت باب مفهوم عبادت و خدمت به هم آمیخته هستند. حضرت باب می‌فرمایند دوران کفایت عبادات کسالت آور فتورآمیز منقضی شد. امروز روزی است که به واسطه قلب طاهر و اعمال حسنه و تقوای خالص هر نفسی می‌تواند به ساحت عرش الهی صعود نماید. کاری که مشرق الاذکار میکنه اینه که مردم از هر پیشینه‌ای برای دعا و مناجات اینجا میان و با شوق خدمت به بشریت از مشرق الاذکار بیرون میرن. در واقع چند ماه پیش من هیچ اطلاعی در مورد آینه بهایی نداشتم. برای اولین بار به این معبد اومدم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. میخواستم بیشتر بدونم، پس تا جایی که میتونستم با افراد مختلف ملاقات کردم، به جلسات دعا رفتم و اینطوری بود که با این جامعه آشنا شدم. اونا به من در مورد فعالیتاشون توی این محله گفتن. به نظرم این منطقی ترین شیوه فعالیت برای دستیابی به وحدت و صلح بود، یعنی شروع از سطح محلی و تلاش حقیقی برای تبدیل دنیا به جایی بهتر. احساس کردم منم باید توی این مسیر دست به کار بشم. من به دنبال درک معنای دین بودم. به همین دلیل به معبد بهایی رفتم و نشستم و به برنامه‌ای که اجرا می‌شد گوش کردم. در اصل آیین بهایی به من این بینش رو میده که ما به عنوان فرد و جمع کی هستیم. ما اعضای یک خانواده انسانی هستیم و نه نژادهای متفاوت از هم. باید راه حلی معنوی برای این مسئله وجود داشته باشه. خیلی از مردم وقتی از در مشرق الاذکار وارد میشن روح حاکم بر این فضا رو احساس میکنن. میخوان بدونن چطور میتونن این فضا رو در محله و جامعه خودشون ایجاد کنن. بهایی ها و دوست هاشون مدتیه که برای یادگیری در این زمینه تلاش میکنن، همسایه ها رو دور هم جمع میکنن، هم محله ای ها رو به خونه هاشون دعوت میکنن تا با همدیگه دعا بخونن، در مورد نیازهای جامعه شون گفتگو کنن، توانمندیشون رو پرورش بدن و با خدماتشون به نیازهای جامعه پاسخ بدن. در نتیجه پیامی که از بهاءالله آوردن یه وسیله آموزشیه که ما رو از این تاریکی بیرون میاره. درست کردن سمنو یکی از سنت‌های ملی ماست که همیشه اون رو در روز اول بهار میپزیم. آماده کردن سمنو خیلی پیچیده است و نیاز به مشارکت افراد زیادی داره.
ما باید برای آموزش و بهبود اجتماعمون هم به همین شکل تلاش کنیم. تربیه و رواجلنش چون شونده حرکت قلش گیرد. تقریباً 50 جوان در دوره‌های آموزش معنوی شرکت می‌کنند. این برنامه تأثیر عمیقی رو دخترها داشته و به اونا کمک کرده تا اهمیت تحصیل رو در زندگیشون درک کنن. درست همونطور که سمنوی شیرین رو با بقیه سهیم می‌شیم، آموزه ها و این برنامه رو هم در اختیار دیگران قرار میدید. برنامه رو باش قلب لن بولشه رواج لنش که حرکت قلمه. ما الان حدود 200 نفر هستیم که برای بهبود شرایط روستامون تلاش میکنیم. این آموزه ها بهترین وسیله برای وحدت و پیشرفت روستای ما هستند. خوخنه دیگن مقصد که ایتشو چون جوده هم کتی آردن بیرده. زنها و مردها به یک اندازه در پیشرفت جامعه مسئولند. هم ایان و هم ارککلر تیم ساولن همست. و نتایجی که به دست میاریم به هممون تعلق داره. نه فقط به روستای ما، بلکه به کل جهان و همه ملت‌ها. بلکه بتون بر دنیا دیگه هم خلق‌لرگه تگیشلیده بولیم. آموزه های حضرت بهاءالله و حضرت باب معنای خاصی برای ایرلند شمالی دارند. جامعه ما از دیرباز دوچار اختلافات دینی بوده. ما همین الان با ماشین از دو تا محله گذشتیم که هر کدوم به وضوح قلمروی خودشون رو با نمادهای محلشون اعلام میکنن و میگن این ما هستیم. شما باید به این گروه خاص تعلق داشته باشین. در بلفاست سرای محله نقش بسیار مهمی داره. چون نمادی از چیزی که هدفش پیوند مردمه و به همه تعلق داره. یادتونه در مورد سپاسگزاری و قدردان بودن با هم صحبت کردیم؟ ما قدردان چه چیزایی هستیم؟ آفرین، پس یادتونه. اینجا محله بسیار متنوعیه و بسیاری از کسایی که اینجا زندگی میکنن جوون هستن و جلوه هایی از اینو دیدن که همکاری مردم با همدیگه چه شکلی میتونه باشه. تلاشمون این بوده که سرای محله رو زیباسازی کنیم تا تبدیل به مکانی بشه که مردم بتونن اونجا جمع بشن و روحی رو احساس کنن که این ساختمان میخواد نمایانگر اون باشه و اون روح اینه: نور اتفاق آفاق را روشن و منور سازد. در فرایند دعوت مردم محلی برای اومدن به سرای محله، اصلی که به ما انگیزه میده اصل یگانگی نوع بشره. تلاش ما اینه که با جوانای کار کنیم که میتونن بینشی مبتنی بر وحدت برای آینده ایرلند شمالی داشته باشن. تعلیم بنیادین حضرت بهاءالله یگانگی نوع بشره. تعهد اصلی ما باید به بشریت باشه و این باید حتی از وفاداری ما به ملت یا قوم خودمون هم بالاتر بره. سه سال گذشته ما مرتب برای خدمت دور هم جمع شدیم. همه اهالی روستا، رهبران محلی، مددکاران اجتماعی، صاحبان کسب و کار، بانک محلی و والدینی که بچه هاشون تو کلاس های بهایی شرکت میکنن، همه به ما تو این پروژه خدمتی کمک میکنن. در 21 سال گذشته به عنوان کدخدا مشغول به خدمت بودم. وقتی برنامه بهایی تو روستای ما شروع شد، از من برای مشورت دعوت کردن.
تا جامعه هماره. به دلیل فعالیت های بهایی تو جامعه همون کار من به عنوان کت خدا آسان تر شده. روستای ما امن و امانه. پیشنهادات مختلف رو دریافت میکنم و برنامه تعلیم و تربیت معنوی کودکان به توسعه هرچه بیشتر جامعه همون کمک میکنه. این که بچه ها در کلاس های کودکان شرکت کنن و از لحاظ روحانی تربیت بشن براشون ضروریه. اونا یاد میگیرن چطور درست کار باشن، در مسیر حقیقت گام بردارن و صبر رو در خودشون پرورش بدن. در اجتماع نباید مفهوم کاست وجود داشته باشه. گروه های مختلف نباید با هم بیگانه باشن. یگانگی نوع بشر باید در عالم برپا بشه. این تغییرات هم اکنون در حال وقوع هستن. این پیشرفت بسیار مهمیه. از طریق آموزه ها و اصول حضرت بهاءالله شاهد تغییر و تحول تو زندگی روزمره مردمی. زبان، رفتار و کارشون در حال تغییره. تو زندگی روزمره مردم ما شاهد اجرای آموزه های حضرت بهاءالله و تبدیل اونا به واقعیت هستیم. So we're going to color it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, that's it. This is what we're working towards. Just so we have something that we've actually done, and then it's easy to learn or think about how. We're here. ما اینجا دور هم جمع شدیم تا برای خانواده‌مون یه ناتو درست کنیم. In Tonga. تو کشور تونگا سنت تهیه ناتو یه کار دست جمعیه. وقتی به یک ناتوی زیبا نگاه میکنیم تو اون صبر و عشق فوق‌العاده‌ای میبینیم و گروهی از مردم که تونستن دست به انجام کاری بزنن که به ظاهر بسیار بزرگتر از تواناییشون بوده. ما داریم تلاش میکنیم به عنوان یک خانواده متحد با همکاری همدیگه چیزی خلق کنیم. دیروز در حالی که اشک می‌ریختم با این پروژه همراهی می‌کردم. چون که می‌دونم این چیزیه که به وحدت خانواده‌مون کمک می‌کنه. ما واقعاً می‌خواستیم این پروژه رو همزمان با 200 سال تولد حضرت باب انجام بدیم. بیان زیبایی از حضرت باب وجود داره که می‌فرمایند مقتدرین بر هر شیء آن شیء را به علو و کمال برسانند که از جنت خود ممنون نگردد. اگه ما بر فرهنگ خانواده‌مون کنترل داریم، ببینیم چطور میتونیم اونو به سمت کمال سوق بدیم. اگه تصویری از جوامع خودمون داریم که میتونه متحدتر و زیباتر باشه، ما مسئولیم تا برای دستیابی به اون تلاش کنیم. این شیوه زیبایی برای ایجاد سعادتمندی و کسب بینشیه که با آموزه‌های حضرت باب و حضرت بهاءالله همخونی داره. اونا با هم مشغول یادگیری هستن و این فهم وجود داره که چطور تلاش درون خانواده به کل جامعه منفعت میرسونه و خانواده و جامعه از هم جدا نیستن. این اون چیزی هست که حضرت بهاءالله به ما آموزش دادن. در وین گروهی از دوستان صمیمی داریم که هر کدوم اهل یک جا هستیم. ایرانی، اتریشی، عرب،
برای ما موهبتیه که بتونیم برای مشارکت در ساخت جامعهمون مسئولیت بپذیریم. نقا و حمودی هر دو کرد هستند و بقیه ما عرب هستیم. احتمالاً این دوره همی جاهای دیگه اتفاق نمیفته. درسته؟ فکر میکنم یکی از مهمترین عواملی که زندگی من رو متحول کرد پیدا کردن مسیری برای خدمت بود. کافه زبان از ابتکارات گروه نوجوانان بود. نوجوانان بین سنین 11 تا 15 سال مدرسه میرن و خیلی سریع زبان محلی رو یاد گرفتند و حالا میتونن به بزرگسالان و کسانی که در یادگیری زبان مشکل دارن خدمت کنن. این گروه سنی سرشار از استعداد هستند. به علاوه حس هدفمندی قوی و اشتیاق شدیدی برای ساخت جوامع پویا دارند. اینجا ما شاهد نیروی حقیقی گرایش به زیبایی هستیم. وقتی تعداد زیادی از مردم با پیشینه‌های مختلف دینی و قومی در قالب یک جامعه متحد و حامی دور هم جمع میشن، شاهد حرکت یک جمعیت بزرگ به سوی آموزه‌های حضرت بهاءالله هستیم. محبت یه حقیقت مسلمه. محبت چیزیه که اونو با همه در جامعهمون سهیم میشیم. محبت دلیل هستی ماست. مضمون بیان مبارک. ای مردمان دنیا، خداوند با این کتاب نوری تابان برای شما به ارمغان آورده تا راهنمای شما به مسیر صلح و آشتی باشد که به توفیق الهی با عبور از تاریکی ها به افق‌های روشن، پاک و گسترده حقیقت رهنمون شوید.